همراه هستیم با مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از ترکیه. آقای کاظمی خیلی خوش آمدید. تمام اجزای ساختار حکومتی دانشگاه به صورت یک پارچه در تلاش برای سرکوب دانشجویان معترض هستن، ولی حریف اونها نمیشن. چرا به نظر شما؟ درود بر شما. فکر میکنم پاسخ به سوال شما در همین بیانیه اخیر دانشجویان دانشگاه هنر اومده، اونجایی که میگه انقلاب یک شبه رخ نمیده و توصیه کرده و تاکید کرده که کنش‌های کوچک و بزرگ ایستادگی است که میتوان این خانه را از نو ساخت، و در جایی توضیح میده که ما پیش میرویم دست در دست هم. اتفاقی که در طول حدود 9 ماه گذشته رخ داده و با یک پیشینه تاریخی سرکوب دانشگاه در تمام سالیان گذشته اینه که با این حجم از سرکوب که بخشش رو شما اشاره کردید، بیشتر ما در ایران اینترنشنال توضیح دادیم، شیوه های نوین و جدیدی که حاکمیت در دست گرفته برای سرکوب دانشگاه، از اخراج دانشجویان و حتی کارمندان دانشگاه تا ممنوع ورودی و تعلیق. اما در مقابل خب اون چیزی که دانشجویان تاکید کردن و همین بیانیه‌ای که شما بخشش رو قرائت کردید در مورد جامعه کویر اینه که تمام بخش‌های محذوف جامعه در تمام سال‌های گذشته به یک نقطه‌ای رسیدن که بدون ایستادگی کار رو نمیتونن پیش ببرن. سولجنیتسین نویسنده شهیر روس یک مقاله‌ای داره با عنوان با دروغ زندگی نکن. اونجا توضیح میده در جامعه‌ای که انتخابات وجود نداره، جواب هر اعتراضی با سرکوب و خشونت همراهه، شما اولین نقطه‌ای که باید روی اون بیستید اینه که با دروغ زندگی نکنید، یعنی به هر چیز غیر واقعی نبگویید. اون چیزی است که دقیقاً در بیانیه دانشجویان دانشگاه هنر و بعد حمایت فراوان سایر دانشگاه‌ها و دانشجوها از اونها می‌بینیم. وقتی یک حرکت ارگانیک مثل اون چیزی که در دانشگاه هنر رخ داد از بطن جامعه بلند میشه، می‌بینیم که اجزای مختلف جامعه از اون حمایت می‌کنن. همین کلمه نه و ایستادن بر روی نه چیزی بود که دیدیم در تمام شبکه‌های اجتماعی و حتی خیابان‌ها گاهن وایرال شد به اصطلاح، و همه روی این نگفتن اتفاق نظر داشتن. به نظر میرسه که بخش‌های محذوف جامعه مثل زنان، دانشجویان، کارگران، جامعه کویر، LGBTQ، قومیت‌ها، اقلیت‌ها به این نکته رسیدن که در کنار همبستگی و کنار هم، دست در دست هم و با دروغ زندگی نکردن، میتونن که به اون چیزی اتکا کنن که نقطه‌ای که حاکمیت ازش حراس داره، یعنی سرکوب میکنه که شما با اون دروغ ها زندگی کنید. اما خب این نه بزرگ نشون میده که احتمالاً در آینده نزدیک هم حاکمیت با بحران های بزرگتری از سوی جامعه مدنی ایران روبرو خواهد بود. آیه کاظمی، به نظر میرسه که مقاومت مدنی مردم در اقشار مختلف با حجاب اجباری به اصلی ترین شیوه مبارزه مردم تبدیل شده. به نظرتون چرا جمهوری اسلامی ضعف داره و در این حوزه در مورد حجاب اجباری، و همینطور در صورت ادامه این شیوه فکر میکنید که انتظار چه تغییری رو باید داشته باشیم؟ من دیروز به صورت اتفاقی یک سخنرانی از رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی، خوندم. در اون توصیه کرده بود که پاساژها، مجتمعها و نمایشگاه‌هایی که برگزار میشه اگر به افراد بدون حجاب یا به قول اونها شل حجاب‌ها خدمات ارائه کنن، با اونها برخورد میشه و پلم میشن. تصورم این بود که سخنرانی اخیره، اما وقتی دقت کردم دیدم متعلق به سال 1391، یعنی 11 سال پیش دقیقا جمهوری اسلامی در همون نقطه‌ای بوده که امروز قرار داره، با این تفاوت که احتمالاً اون چیزی که اون روز اونها بی‌حجابی میگفتن رو امروز جمهوری اسلامی بهش راضی باشه، ولی امروز میبینیم که جامعه به اندازه در این 11 سال شاید به اندازه چند ده سال جلو اومده. تکرار یک دور باطل از سوی حاکمیت، و در مقابل میبینیم که این تفاوت این 11 سال در نوع پوشش اختیاری شهروندان نشون از همون پیشروی آرام داره. چیزی که در این سالها رخ داده پیشروی آرام جامعه مدنی ایرانه، و بعد بحث حجاب هم میبینیم انواع گفتگوهایی که در حاکمیت میشه، مجلس،
مجلس دولت، لایحه‌ای که به مجلس دادن و بحث‌هایی که بر سر اون میشه. دیروز خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی یک مطلبی وقیحانه منتشر کرده بود که جوان باید از دیدن یک زن تحریک بشود، پس حجاب اجباری لازم است. تمام این مسائل نشون میده که حاکمیت در یک دور باطل سردرگم در مقابل جامعه‌ای که نگفتن رو آموخته و با دروغ نمیخواد.